بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با درود و سلام بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض احترام و سلام معذر مبارک یکایک که شما دانشجویان عزیز در خدمت شما هستم با درس جدیدی از سلسله درس های حقوق عینی طبیعی یا حقوق عینی دو. عزیزان، طبق معمول سلایدی که فعلا در معذر دیدگان شما قرار داره در تمامی درس ها این سلاید تکرار میشه، به خاطر که در این سلاید تلاش کردیم ما به گونه عمومی و کلی مضمون حقوق عینی طبیعی و اهدافی که داره، اهم از اهداف آموزشی و کاربردی، در اینجا در طی چند نکته مشخص بسازیم و همچنان مهمترین منابع درس یا این مضمون را خدمت شما به معرفی بگیریم. بنابراین سر این سلاید زیاد نمی بشیم و با شما میریم سراغ سلاید بعدی تا ببینیم که در اون سلاید چه موضوعات قابل دسترسی و مطرح شدن هست. همان گونه که مستحضر هستید، ما در هفته چهارم قرار داریم و در این هفته چهارم عنوان درس ما مرکب از دو عنوان هست، یکی بیع و وفا و دیگری ارکان رهن. یعنی ما تلاش میکنیم که در این درس شما را با بیع و وفا آشنا بسازیم که بیع و وفا چی هست و چرا ما باید بیع و وفا را بخوانیم و با بیع و وفا آشنا بشیم. در حقوق عینی طبیعی مؤسل ما چی نیازی داره به این، به فهم این مصطلح در جریان درس حقوق عینی طبیعی. و بعد از اینکه این مسئله خدمت شما واضح شد، انشاءالله که با هم میریم سراغ ارکان رهن تا ببینیم فقها و حقوقدانان و قانون مدنی ما و شما برای رهن چه ارکانی در نظر گرفتن و وجود چه ارکانی در راستای تحقق یافتن رهن الزامی و ضروری پنداشته میشه. این درس ما هم مانند درس‌های گذشته از خود یک سلسله اهدافی داره که مهمترین این اهداف هر مدر پنج هدف برشمردم خدمت شما در اینجا ارائه میکنم، بعدن باز میریم سراغ اصل درس. اولین هدفی که از این درس تعقیب میشه و ما به دنبال او هستیم این هست که دانشجوی عزیز ما با مصطلح بیع وفا آشنا بشه، بیع وفا بدانه که چی هست. همه شما شاید در طول زندگی خود در معاملاتی که خود شما یا پدران و بزرگان شما یا اطرافیان شما انجام داده اند با مصطلح بیع و وفا سر و کار داشتیم و این مصطلح بارها و بارها شنیدین، اما شاید فکر نکرده باشین که منظور از بیع و وفا چی هسته. چنانچه با مصطلح گروی که گرو ما شما خانه گرو میکنیم یا دکان گرو میکنیم هم شما یا سر و کار داشتین یا بالاخره شنیدین که در یکی از به اصطلاح حالات که بعضی از دانشجویان عزیز ما بین بیع و وفا و گرو حتی خلط میکنن، دیگه تلاش ما به همین هست که انشاءالله این مستدر بگونی وفی و کامل و شامل و کافی نظر مبارک شما دانشجویان عزیز به بحث و بررسی و معرفی بگیریم. دومین هدفی که از خلال این درس تعقیب میشه این هست که مؤسل ما تفاوتهایی که میان رهن و بیع و وفا است این تفاوتها رو به گونه دقیق و درست بفهمه. چرا ما این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه شباهت‌های زیادی میان بیع و وفا و رهن وجود داره و این شباهت‌ها منجر به این میشه که احیاناً محصلین عزیز ما نتوانند که میان این دو مصطلح تفکیک کنند. به همین خاطر بارها بر اساس تجربه‌ای که ما داریم و این تجربه بارها و بارها در صنوف خود مشاهده کردیم این هست که مؤثرین ما میان بیع و وفا و رهن گد میکنن. مثلا وقتی در صنف رهن درس میدم میبینم ای از گروی پرسان میکنن و این گروی هم بیع و وفا هست، گروی که مصطلح از در بین ما شما هم بیع و وفا هست و از این پرسان میکنن. این ما رو واداشت که یک بخش از این کتاب در ام آغاز درس های کتاب به بیع و وفا اختصاص بدیم تا اینکه مؤثرین ما انشالله که با این آشنا بشن و او رو با رهن گد نکنن. هدف بعدی ای است که مؤسل ما و دانشجوی ما بتونه بیع و وفا تعریف کنه. طبیعتا وقتی بحث بتواند آمد، همونطوری که قبلا گفتم بحث
اهداف کاربردی به میان میآید، محصل بتونه به وفور تعریف کنه، شرح کنه در پرتو دیدگاه های فقها ها و همچنان قانون مدنی و حقوق دانا. یک جمله اهداف کاربردی درس امروز ما شما است و همچنان که محصل عزیز ما بتونه تفاوت های بین بی وفا و رنر مشخص سازه، بر شماره به ما و به دیگران و مخاطب خود بگه و او قانع بسازه که چه تفاوت های میانه بی وفا و رن وجود داره و این تفاوت ها تا چی اندازه این دو مصطلح را از هم جدا می سازه. این حائز اهمیت فراوان است که محصل عزیز ما این مسئله را بگونه کامل و کافی و شفی و وفی انشاءالله که درک کنه و بفهمه، و اینکه مؤثر عزیز ما بتواند ارکان رن را مشخص کنه. ارکان رن برای ما بر به شماره بگه 1 2 3 4 5 جانم نه ارکان رنه. این کار رن مؤثر ما هر وقت از او پرسان بشه که رکن رن چیست یا ارکان رن چیست، بتانه که ارکان رن برای ما بر شماره. و اما فعالیت های درسی و آموزشی، طبیعتا روش ارزیابی ما سوال و جواب و بحث و مناقشه است. کاش که سر سینفا می بودیم، بلای کرونا رو خداوند دفع کنه که سینفای ما و شما مجددا تشکیل بشه و ما و شما انشاءالله که بتوانیم با هم در یک فضای کاملا امن و بدور از دغدغه کرونا با هم گفتگو کنیم و مطالب مهم درس از طریق بحث و مناقشه خدمت شما تقدیم کنیم و شما بعضی مسائل رو بپیشیم سر بعضی مسائل و سوال و جواب داشته باشیم. اما تا برآورده شدن او آرزو شماره تلفن ما در خدمت شما هست 0798-27-6002 که هم ایمو هست، هم وایبر، هم واتساب، هم تلگرام و هم شماره تماس هست. هرگاه عزیزان و محصل ما سوال داشته باشن باز میشه که مراجعه کنن، این حقیر در خدمت خواهم بود. مطالب درس امروز ما و شما شامل سه عنوان میشه: یکی مفهوم بی وفا، دوم تفاوت های بی وفا با رن، سوم ارکان رن. همه این سه موضوع انشاءالله در خلال این درس خدمت شما بحث و بررسی میگیریم و برای شما واضح میسازیم. در آغاز باید به این سوال پاسخ بدیم که چرا بی وفا، یعنی چی؟ یعنی چرا محصل ما باید بی وفا رو بفهمه؟ بی وفا به حقوق عینی طبیعی چی ارتباط داره مثلا؟ و چی نیازی است که محصل ما قسمتی از وقت خود در صرف بیع وفا بکنه؟ خب ما میگیم که بیع وفا لازم است که مورد توجه محصلان عزیز ما قرار بگیره. از چند جهت این اهمیت برجسته میشه. اولا اینکه میان بیع وفا و رن تشابه فراوانی وجود داره. این تشابهات فراوانی که میان بیع وفا و رن هست گهگاه محصل ما وامی داره که بین این دو مبحث خلط کنه، رن در خیال بی وفا کنه، بی وفا خیال رن کنه، یعنی تا یکی بدانه. به این جهت در حالی که دوتا از هم متفاوت هستن، به این جهت ما تلاش میکنیم که بی وفا خدمت معاصران عزیز خود و بحث و بررسی بگیریم و توضیح بدیم تا اینکه بین بی وفا و رن کدام خلط صورت نگیره. بسیاری از علما بی وفا و رن را یکی می دانند. فقهای جمهور به خصوص، چنانچه که باز ما به شما خواهیم دید، فقهای جمهور میگن بی وفا و رن هر دو یکیه، چنانچه که بعضی از دیدگاه های احناف هم همین هست که بی وفا و رن یکیه، در حالی که ما در این مضمون قائل به تفاوت میان بی وفا و رن هستیم، دو حوزه را از هم جدا می دانیم. به همین جهت این هم می تونه که منجر به خلط مبحث بشه، محصل ما به خلط مبحث واداره. به این جهت ما تلاش میکنیم که انشالله بر تفکیف که میان دو مصطلح تقریبا هر دو مصطلح رو واضح بسازیم تا که محصل ما انشالله در یک روشنی زیادی و در یک فهم عمیقی از بی وفا و رن وارد مباحث حقوق عینی طبیعی بشه. در فقه حنفی هم بی وفا مطرح شده به گونه مستقل، احکام بر او مرتب شده، فقهای ما این مسئله تا توانستن حلاجی کردن. دیدگاه های مختلف در این باره فقهای حنفی مطرح کردن که دیدگاه ها درج کتاب های فقه ما و شما هم هست. در قانون مدنی ما و شما هم در مواد 1136 تا 1151 تقریبا 16 ماده میشه. در 16 ماده مسئله بیع وفا در قانون مدنی مطرح شده و احکام مختلف و متنوعی بر او مرتب شده.
بیجت نیازمندی هستیم، به خاطر که قانون مدنی رو هم بفهمیم باید که مسائل مربوط به آفار بکنی کامل اما مختصر انشالله درک کنیم و بر سطح اندوخته های علمی خود در عرصه انشالله که بیافزاییم. برای دانشجویان لازم است تا تفاوت های میان نرم و آفار بدانند تا میان و باعث آن دو خلط نکنند. گفتم که این طرف لزوم و به اصطلاح توجه مؤسسان باید باشه که میان به آفا و رن نباید خلط کنند و این زمانی برایشان میسر هست و ممکن هست و زمانی اونها بین بیع و فاورن خلط نمی کنند که تفاوت های میان این دور بفهمند که رهن چی هسته، بیع و فا چی هسته، حوزه های اینها در کجا هست، تفاوت های اگر دارن این تفاوت ها چیه، اگر تقارب های دارن این تقارب ها چیه. زمانی که این مسئله بگونی کامل و مکمل توسط مؤثران ما انشاءالله که درک بشه و فهمیده بشه، قطعا که مؤثرین عزیز ما از این که بیان ایدوم بس خلط کنن حتما به اصطلاح دور میشن و از این کار اجتناب میکنن. و اما که بیع وفا چی هست؟ ما از دور دم تال بیع وفا میگیم، باید بفهم که بیع وفا چی هست. مطابق مذهب حنیفی و دیگه مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی، اینا بیع وفا وقتی تعریف میکنن کوشش میکنن که از طریق صورت بیع وفا، صورت مسئله بیع وفا برای ما واضح بسازن که بیع وفا چی هست. گهگاه ما مجبور هستیم برای تعریف برخی از پدیدارها از استفاده از مثال کار بگیریم تا قضیه واضح بشه، کاری که فقها هم این در اینجا کردن. فقهای احناف در مورد بیع وفا میگن که صورت بیع وفا اینه که شخص بگه من این عین را برای تو به سبب دینی که بر من داری فروختم، به این شرط که هرگاه دین تو را ادا نمودم پس این عین از من باشد. هنمی حالت هرگاه در یک معامله و در یک عقدی بروز کنه و بیع وفا میشه. شرح از این مسئله چی رقمه؟ میگه من این عین را، من این خانه را، من این دوکان را، من این موتر را برای تو ای مخاطب، ای شخص، به سبب دینی که بر من داری، پولی که برای من دلک، پولی که برای من این خانه ای عینر در اختیار تو قرار میدم و به تو میفروشم، منتها به شرط. یعنی میفروشم، فروش من هم به اصطلاح فروش با شرط هست. شرط اینه که هرگاه دین تو رو ادا کردم پس تو همی عین برام بدی. یک بار دیگه من یک مثال میگم که قضیه به شما واضح بشه. شرح این مسئله این گونه است که من از یک نفر، از احمد یا محمود، دلک افغانی پول قرض میگیرم، بعدا عینی از اعیان خود، خانه خود، دکان خود، متر خود، مارکت خود، هر چی که بود ایر برای شخص میدم، میگم ایر من برای تو فروختم به سبب دینی که برام داری، به شرطی که هرگاه من دین تو را ادا کردم تو پس عینه برای من بپردازی. الان میر معامله و می عقدر بیع وفا میگن. همی تقریبا شبیه به همین مثال سایر مذاهب، مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی هم تقریبا در حول و حوش همین مثال آمدن بیع وفا برای ما و شما تعریف کردن. منتها نام هایی که دیگه مذاهب بر این مصطلح گذاشتن با آن نامی که فقهای احناف گذاشته تفاوت میکنه. مالکیه به این معامله بیع الثنیا میگن، شافعیه به این معامله بیع العهده میگن، حنابله به این معامله بیع الامانه میگن. بیع الثنیا یعنی بین بیع استثناء، گویا که در این بیع وارز معذرت، گویا که در این معامله یک استثنای وجود داره. استثنا اینه که به استثنایی که علم به تو کلن در اختیار تو قرار نمیدم که تو برای همیشه مالک عزیز بشی و برای یک مدت نزد تو باشه. و شافعی هم میگن به عهده، چون در عهده تو قرار داره. و حنابله میگن به امانت، علم میفروشم به اصطلاح به امانت نزد تو است که هر وقت رو تو دادم پس از تو بگیرم. خب ما به این مصطلحاتی که فقهای جمهور مطرح کردن کار نداریم. در کشور ما بیشتر این مصطلح به نام فرض معذرت به نام بیع وفا شناخته میشه و بیشتر فقهای ما،
فقهای حنفی ما و در مملکت ما در قانون مدنی ما و شما در تعاملات روزمره ما و شما به وفا کاربرد داره. بنابراین ما متوجه این مسئله هستیم که به وفا بیشتر مورد استفاده قرار دادیم و از استفاده از مصطلحاتی که در مذاهب دیگر مانند بیع الثنیا که فعلا در کشورهای شمال آفریقا و یا بیع العهده که در مصر و اینا و یا بیع الامانه که در کشورهای عربی هسته، در کشورهای عربی یعنی عربستان و اینها هسته، کشورهای همبلی مذهب هسته، دیگه ما از این مسئله دور میشیم و به این مصطلحات چندان کار نداریم. پس میریم سراغ سایر سلاید ها رو ببینیم دیگه سلاید ها در این باره چی میگن. خب به خاطر اینکه دیگه سلاید ها رو ما بفهمیم باشه که ساعت هر معبر خاموش کنم. خیلی خوب، به هر حال خیلی خیلی مهم هست که ما و شما انشالله که متوجه از این قضیه باشیم. بیع الامانه، بیع الامانه همزه به تا سر کلمه باید قرار بگیره. خب بیع الامانه به هر حال این نامه هایی هست که توسط فقهای سایر مذاهب برای این به کار برده شده که ما هم تلاش ما همیشه همین است که انشالله همون بیعی که نزد احناف معتبر هست همون مورد استفاده قرار بدیم. میریم سراغ حکم بیع وفا. در دیدگاه های فقها در خصوص بیع وفا متفاوته و بحث های بسیار زیادی در این باره صورت گرفته که ما نیازی نیست که تمام بحث ها رو در این مضمون بگنجانیم و بحث رو بررسی بگیریم. منتها بگونه مجمل فهرست‌وار دیدگاه های علما رو در این باره میگیم. برخی از علما بیع وفا رو یک بیع صحیح میدارن، میگن بیع صحیح هسته، هیچ اشکال نداره. به این خاطر امروز همین بیع وفا یا گیروی که ما به شما میگیم، گیروی و بیع وفا یکیه در تعاملات ما و شما. اصلا خود گیروی و بیع وفا فرق میکنه از هم، ولی امروز ما به شما به اون بیع وفا گیروی میگیم. خونه رو گیرو کردم، دکان گیرو کردم، یعنی به بیع وفا گرفتم. یا اگه میگم بیع وفا گرفتم یعنی می خونه رو گیرو کردم. و در اسنادی که وثائقی که از طرف راهنماهای معاملات یا بنگاه ها هم صادر میشه میبینیم اگر نوشته بیع وفا باز بین دو قوس رن نوشته، و اگر رن نوشته با بین دو قوس بیع وفا نوشته، دیگه به همین اساسی بیع صحیح میدانن و تعامل مورد تعامل مردم هم هست. قانون مدنی ما این بیع را صحیح میدانه. برخی از علما این رن میدانن و رن که دانستن باز دچار مشکلاتی میشه و که بحث سود به میان میایه و نزد بعضی و نزد بعضی سود به میان نمیایه و بالاخره یک موضوع بسیار پیچیده میشه که مجالی برای ذکر اینها نیست. در لابلای کتاب های فقه توضیح از این مسئله از بعضی بیع فاسد مکره میدارن. بیع فاسد به خاطر که شرط فاسد داره. شرط فاسد همینه که تو پول پس برگردانی، هر وقت تو پولات رو دادم پس اینه برای من برگردانی، یعنی میشه شرط فاسد هست. و این خاطر فقه های میگن بیع فاسده، بیع فاسده مکره. مکره یعنی نفر باز مجبوره، تحت اکراه قرار داره که باید حتما پول وقتی که تسلیم شد دوباره خونه مسترد کنه. به جهت اون مقرر میگن این کسی که تحت اکراه قرار گرفته. برخی میگن به باطل، یعنی اصلا صحت نداره، از اساس و بنیاد باطل هست، درست نمی باشه. تعدادی از علما میگن به جایز معتاده. از فقهای حنفی همی نظر مطرح میکنن که یک به جایزی معتاد و قابل قبول هست. برخی میگن نه، مرکب از سخت فاسد و باطل و صحیح، قسمت های از این فاسد و قسمت های از این صحیح و قسمت های از این باطل، همی که شرط داره این فاسد، ای که اهداف بیع که عبارت از انتقال عام و تام ملکیت و منافع و همه چیز به گونه معبد باشه در خود نداره این فاسد. و تعداد هم که میگن از این جهت که یک توافق بر او صورت گرفته و نفر از پول استفاده میکنه و جانب مقابل هم از خانه استفاده میکنه، به این جهت تعداد از فقه ها این معامله صحیح میدانن. خیلی خوب، بیع وفا و رهن. در مورد بیع وفا و رهن همان گونه که ما گفتیم قبلا دو دیدگاه وجود داره. یکی اینه که بیع وفا و رهن هر دو تا یکیه. در این گروه برخی از فقه های احناف و سایر مذاهب وجود داره، اینا میگن که بیع وفا هم رهنه، هیچ تفاوتی میانه بیع وفا
و رن در هیچ اصل یا در هیچ فرعی از فروعات خود وجود میان این دو وجود ندارد. اما بعضی دیگر از فقها میگن که میان بیافا و رن تفاوت وجود داره، که تفاوت داره انشاءالله ما در سلاید های بعدی انشاءالله اتفاوت ها خدمت شما بیان میکنه. نظر راجح و برتر که مورد تایید ما هست، البته والله اعلم میگیم یه روز قید بحث هست، نیاز به تحقیق و تحقیق و مطالعات بیشتر داره، این است که میان رهن و بیع و وفا فرق بسیار وجود داره. یعنی بعضی از فرقا همینه که من خدمت شما در اینجا بیان کردم. این فرقا چی هسته؟ اولین فرقی که میان بیع و وفا و رهن وجود داره این است که رهن از جمله عقود توثیقات و بیع و وفا از جمله عقود معاوضات. عقود توثیقات یعنی عقدهایی است که منجر به استحکام سایر عقود میشه. مثلا رن یک عقد توثیقیه که موجب استحکام عقد دین میشه. وقتی یک نفر پول میگیره از کسی، به قرض میگیره، باز خانه خود رو به او میده به رن، حالا یه رهنی که داده در حقیقت برای تحکیم پایه های دینه، برای که از زیاد شدن دین جلوگیری کنه. به لحاظ اهداف هم بیا وفا جمله معاوضات یعنی جمله بده بستان ها هست. این آدم چیزی میده و چیزی بگیره، یعنی که در بیا وفا نفر در حقیقت خونه رو میخره به عنوان بگونه موقت میخره، مبادله صورت میگیره، او پولار میده و یه صاحب پول میشه و صاحب خانه میشه، اما بگونه موقت، هر دو تا بگونه موقت. دو، بلاز اهداف میان بیا وفا و رن فرقه. هدف از رند تضمین و توثیق دین میباشه، در حالی که در بیع وفا معاوضه هدفه. رند وقتی میدن منظور اونایی است که میخوان دین رو تضمین کنن و توثیق کنن و محکم کنن، در حالی که بیع وفا معاوضه است. در اینجی میخوان بین خود عوض بدل کنن، چیزی بده بستان کنن، پرداخت دریافت کنن. طبیعتا میان دو مصطلح و دو جریان هم تفاوت وجود داره. سوامی که در صحت رند همه علما اتفاق دارن، هیچ کس نیست که در صحت رن اتفاق داشته باشه، اما در صحت بیع وفا طوری که در سلاید بعدی قبلی یعنی در این سلاید دیدیم اختلاف نظر وجود داره. بعضی میگن صحیحه، بعضی میگن این رهنه، بعضی میگن فاسد، بیع فاسد مکرهه، بعضی میگن بیع باطله، بعضی میگن بیع جایزه، بعضی میگن مرکب و سقطه. طوری که دیدیم در این اختلاف وجود داره، اما در صحت رن کاملا بین علما اتفاق نظر وجود داره و آنها هیچ اختلافی میان خود در این خصوص ندارن. در قانون مدنی افغانستان هم رن جایگاه خاص خیش داره و در این شکی نیست که قانون مدنی افغانستان به افراد پذیرفته، برای احکام مرتب ساخته و امروز اگر شما این معامله را انجام بدیم، محاکم خدمات حقوقی لازم به شما ارائه میکنه، اگر منازعه بشه بر اساس مواد قانون مدنی به او رسیدگی صورت میگیره. رند در گفتیم هم رند جایگاه داره هم به افا. رند در مواد 1770 تا 1899 خیلی ما ماده شد در اینجا، 899 ماده اونجیه، 30 ماده هم اینجیه، تقریبا 121 ماده یا 119 ماده میشه که اینا هم ارتباط به رهن داره، که در این مواد قانونگذار ما و قانون مدنی ما به شما احکام رهنهای رسمی و ریاضی بدون مفصل بیان داشته. دوم بیع وفا. بیع وفا در مواد 1136 تا 1151 جمع 16 ماده میشه بیان شده، برای احکام مرتب شده. در این مواد قانون مدنی بیع وفا را به رسمیت شناخته و احکامی را برای اون مرتب دانسته، که عزیزان ما میشه که به مواد مراجعه کنن، مواد واضح و آشکاری هست و معلومات خود رو بیافزاین و بر نظر قانون مدنی در مورد بیع وفا هم انشالله که آشنا بشن. و اما ارکان رهن در مورد ارکان رهن خدمت شما عزیزان عرض کنیم که فقها اختلاف نظر وجود داره. فقهای احناف میگن که در تمام عقود و قراردادها فرق نمی کنه، عقد رهن، عقد بیع، عقد نکاح، هر عقدی که میخواه باشه، رکن یک چیزه. او یک چیز صیغه هست. صیغه یعنی الفاظی که گفته میشه. این صیغه و الفاظ مرکب است از ایجاب و قبول.
پس رکن هر عقدی از عقود از جمله عقد رجعی در نظرگاه فقهای حنفی صیغه‌ای است که مرکب از ایجاب و قبول، یعنی ایجاب و قبول رکن رجعی و رکن تمام عقود ایجاب و قبول است. اما فقهای جمهور میگن نه، رکن رجعی علاوه بر صیغه‌ای که مرکب از ایجاب و قبول است دیگر مواردی هم هست، یکی راهنه، راهن یعنی رهن دهنده، کسی که رهن میده، راهن طبیعتا مدیون هم هست، راهن مدیونه، کسی که قرض میگیره باز رهن میده، او میگن راهن مدیون. مرتهن رهن گیرنده است، به این میگن مرتهن داین، داین پول میپردازه و رهن یا عین برهن میگیره، به این میگن مرتهن داین. مرهونه، مرهونه عبارت از اون مالیه که برهن داده میشه، مثلا وقتی من خانه برای احمد برهن میدم خانه مرهونه میشه، و مرهونه بهی هم که انمو دینی است که میانه ما و امو شخص صورت گرفته، و صیغه هم که مرکب از ایجاب و قبول میشه. از خلال یک مثال ما باید که این مسئله برای شما واضح بسازم عزیزان، من از احمد درک افغانی پول قرض میگیرم، برای احمد خانه خود را برهن میدم، در این جمله من میشم راهن، احمد میشه مرتهن، من میشم مدیون، احمد میشه داین، امی خانه ای که ما دادم برای از او این میشه مرهونه، دلک پولی که ما از او گرفتم این میشه مرهونه بهی. صیغه ای که به میان ما جاری شده که برهن میگیری، او گفت بله ما میگیرم، امی ایجاب و قبولی که شده، یعنی اون صیغه عقد برهنه. طبیعتاً قانون مدنی ما و شما در مواد 1773 خود به بعد در جایی که ارکان رهن بیان کرده مطابق با نظر جمهور بیان کرده و راهن و مرتهن و مرهونه و مرهونه بهیر ای هر و صیغه که مرکب از ایجاب و قبوله، تمامی اینها جزء به اصطلاح ارکان رهن دانسته. البته قانون مدنی ما و شما غالبا مطابق با در بسیار از مسائل مطابق با مذهب حنفی است، اما گاهی می‌بینیم که بر اساس دیدگاه‌های فقهای سایر مذاهب دیگه هم بعضی دیدگاه‌ها مطرح می‌کنه که هدف از او همون تیسیر و سهولت، ایجاد سهولت و آسانی و آسانگیری و حل مشکلات مردم و ایجاد یک فضای به اصطلاح که بنبست رو نباشه بوده و این کار هست. عزیزان گرامی، امیدوارم که از درس امروز استفاده کرده باشین. درس امروز رو به شما در امیجه خاتمه پیدا میکنم، من گفتم سوالات شما میشه که از طریق وسایل ارتباط جمعی به مطرح کنیم و در خدمت شما خواهم بود. تا درس بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا خداوند یار و نگهدار شما باد. یا هود.